ونزدی روز تیر تیر بزنین به هر جنبتر این آدم خورا. من فکر میکنم بهتر در این بخش اسکندر رو من سعی کنم امشب از زبان پلوتو خارس به اتمام برسونم و ببینیم اگر زمانی بود به چیزهای دیگه میپردازیم. بسیار عالی. خب دوستان یادمون هست که جهت تاریخ اسکندر و چگونگی آماده کردن اسکندر و حمله به ایران و سارتراب های اطراف ایران که همه به هر روی گرویده بودند و پیوسته بودند به قلب ایران، ایرانی که از میان رودان، از فرات، از رودخانه فرات شروع می شد و تا به دره هند اینها، ولی سارتراب های دیگر همچون سارتراب های آسیای صغیر و حتی دمشق و تمام سارتراب های کنار مدیترانه نیز پیوسته بودند در زمان هخامنشیان به ایران به خاطر اون مود آف پروڈاکشن، همون چیزهایی که سخن میگفتین الان و اون به اصطلاح راه جمشیدی شیوه تولید حاکم. بله شیوه جمشیدی که ما از باستان داشتیم و در دوران هخامنشی نیست خیلی تبلور پیدا کرده بود. تقسیم کار به جای استثمار انسان از انسان که الان 5000 سال از حمله سومریان تا حالا هنوز ادامه داره، ما پیش از اون تقسیم کار رو به اصطلاح بخش بندی کار رو بتونستون این پردیس رو به وجود بیاریم. البته یادتون باشه یه دوره ای ما میان رودان از دست دادیم، یعنی موقعی که سومریان 5000 سال پیش حمله کردن، پدر هم یهودی ها و پدر این آشوری ها سومریان 5000 سال پیش حمله کردن، ما میان رودان رو از دست دادیم، ما ایرانیان آریایی ها تا زمان کوروش که دوباره پسش گرفت، یعنی 3000 سال دست آدم خوران بود که البته بعد انگلستان کثیف دوباره تبدیل به عراقش کرده. بله تیک تیک کرد. بله به هر روی این سارتراب های کشورهای دیگه نیز به ما پیوسته بودن و دقیقا کیومرث گرامی همین گفتمان رو که میگفتید در مورد بردهداری کاملا میبینیم در تاریخ صدق میکنه، یعنی اینکه اینها مرتب از به وسیله همین توطئه‌گران، به وسیله آدم خوران به اصطلاح توطئه‌گر و این طیف افراد مرتب حمله می شده و اونها به هر روی دست هایی داشتن در یونان و کشورهای دیگر، به همین دلیل موشو تازی می گفت مرتب بر ما می تازیدن. بله و اینها می اومدن و مرتب می تاختن و می خواستن برده بگیرن، منابع بگیرن، زن بگیرن یا با وسایلی که نفوذ می کردن به دربارها و اینها که در تورات باز کردیم روزهای اورمزشید، اینها به وسیله زن بردن، به وسیله جامدار شدن، یعنی آشپزخانه و شراب و جامداری رو در دست می گرفتن، تحت کنترل می گرفتن این نفوذی ها، کتاب ها رو در دست می گرفتن، کتاب دزدی، کتاب خانه، کتاب داری، یعنی حتی هر فرمانی یا هر تاریخچه رو که شاه یا وزیر قرار بود بگه و صادر بکنه رو اینها می نوشتن، کتابت می کردن و میشه من بنویسم اینها کثافت تو بنویس، بعد هم میرفت تفمالی میکرد، ازش استفاده میکرد، تجاوز میکرد به ایرانی ها. شاه اینجا اینو گفته، من حالا میتونم از طریق انگشته شما رو قتل عام بکنم. برای همین هم به خاطر این و دروازه‌بانی و به خاطر همین هم هست که میبینید و در تورات راهنمایی کردند به نسل‌های بعدی که دروازه‌بان ها رو اول از میان بردارید و خودتون جانشین بشینید، همین گونه که در داستان استر میخونید و جامداری رو در دست بگیرید، همین گونه که مردخای و دیگر افراد شرابخوری رو در دست گرفتن و دوروبر شاه بودن و آف کورس که زن بیارید که حدیثه یا هم استر یا ایشدار مقدس روسبی مقدسشون رو میبردن اینجا اونجا. در دفعه آخری هم که این گوره خوردن زمان محمد رضا شاه بود، یارو نقش مردخای رو اون زاهدی کسی بود که سرا فاحش بیار به سرا بود و اجنبی هم صاحب ایران شده بودن که بهایی ها جاستاشون بودن، رئیساشون هم جودا بودن. و بله به هر روی میبینیم که این نوع راهنمایی ها و این نوع توطئه‌گری ها در زمان اسکندر با نام ها و وقایعی که گفتیم دقیقا مو به مو انجام دادن. اسمای زن هایی که
نفوذ کرده بودن و چه بلاهایی که در نقاط کلیدی نیاوردن، مثل تائیس که تخت جمشید رو به آتش کشید، مثل انتیگونه که باز با فیلاتوس اینها همه تبانی و توطئه کردن و بسیار جاسوس های دو جانبه ای که از طرف اسکندر و اون طرفی ها بودن، این داستان هاشون رو گفتیم. یهودی های پشت اسکندر، بله، یهودی و اشخاص مهمی که بسیار کلیدی بودن و از زمان نخستین طرح‌های توطئه ساختن اسکندر و روانه کردن اون به جنگ و خانمانسوزی ایران بودن، این اشخاص کلیدی و تا به آخر بعد از مرگ اسکندر کارها در دستشون بود، یکی همین شخص آنتیپاتر هست و پسرانش که من در انتها به پسرانشم میپردازم، شخصی مثل پارمینو فیلاتوس که با توطئه همین دیگر توطئه‌گران اون دوتا رو به کشتن میدن و اسکندر مجبور میشه که اونا رو بکشه و تمام طرح توراتیه دیگه. بله، و دقیقا افراد دیگه که نام بردیم و گفتیم که چه. حالا من بقیه داستان رو میگم و به چند بخش دیگه میپردازم و این رو جمع‌بندی میکنیم. در جریان تمام این به اصطلاح اکسپدیشن میگن، این به اصطلاح حرکت اسکندر، ما میدونیم اسکندر از 13 سالگی به وسیله ارسطو یکی از توطئه‌گران اولیه این به اصطلاح آموزش داده شد و آماده این کار شد، به اضافه ای افراد دیگه مثل آنتیپاتر، پارمینیو و دیگران. بگین که اینا دقیقاً فرهنگ توراتی رو، یعنی اصلا یهودی بودن هم آنتیپاتر و پارمینیو که بودن، ارسطو سر این که مستقیما یهودی بودی یا نه، ولی دقیقا کتاب تورات رو میخونده و از روی اون به اصطلاح تربیت میکرده که چطور تجاوز که چطوری خیانت کارا رو به اصطلاح به جون دشمنت بندازی، چطور نفوذ کنی، چطور بردهداری تنها چیزی که رو کره زمین بهترین چیز دنیاست. بله، و اینها کمک گرفتن از اون دیگر به اصطلاح تازی های یهودی که در آسیای صغیر بودن، ما پیشتر از این گفتیم، بله، همچون هومر و هسیود که این فرهنگ توراتی رو برای یونانی های یک به اصطلاح فرهنگ هلنیستی ساختن و اون اسطوره های به اصطلاح بردهداری و تجاوزگری رو ساخت، پایه‌گذاری کردن و تاریخگوهای خودشون که باز از آسیای صغیر بوده و باز از همین دسته به اصطلاح توراتی و اینها بوده، مثل هرودوت. بله، اینها همه زمین سازی کرده بودن، سمبولش هرودوت دیگه، سمبول همه این جنایات و آدم خوری و کینه و توته و مرض و حسادت هرودوت. بله، بله، که این معلم که ارسطو هم جز و همین دار و دسته باشه رو آماده، که یعنی تمام اینها دست به دست هم این ضد فرهنگی رو درست، زمینه رو درست کردن برای اینکه اسکندری بسازن که باز همون گونه که گفتیم این بچه رو از 13 سالگی نه تنها، خب بچه پرشور و شری بوده، ولی نه تنها او رو خرافاتی، خیالاتی، توراتی و به اصطلاح همون اسطوره مریض روانی درست کردن و هم جنس باز و انحراف فکری و جنسی داشتن، عقده حقارتی نگاه کنیم داشتن. محمد رضا شاه البته قابل مقایسه نیست، مثلا خیلی ظاهرا چیزتر بوده، زرنگتر بوده، ترسو حداقل نبوده مثل محمد رضا شاه. دقیقاً این می‌بینیم تا آخر عمرش اسکندر درگیر همین این ذهن خرافاتی و توراتیش هست. من سپستر باز می‌کنم. به هر روی در تمام این دوران آخر زندگیشون حمله... درست مثل همه این تمام اینا که وسیله اینها تربیت میشن، نگاه میکنید آخر زندگی میکشنشون، تیک پارشون میکنن، چوب در جنابترشون میکنن و بچه هم ازشون ویکتم میسازن، میگن نگاه کن این بدبخت پس خوب بود که مثلا مظلوم بود که مثلا نمیخواست این کار بکنه یا نمیخواست آدم بکشه که مجبور شده این کار بکنه. دستورات مثل که از جای دیگه نمیومد، مثل که فقط این میتونست تصمیم بگیره که کودتا بشه یا نشه. عقب موندگی ذهنی، دقیقاً این تضادی که در این بچه بود، از طرفی گفتیم چگونه این رو آماده کردن و پرورش ذهنی و جسمی و همه گونگی دادن به اسکندر، از طرف دیگه در حتی در زمان در تمام این طول زمانی که حمله کرده بود و کشتار میشد و به هر روی برای سود پرستی و اینها همه چیز میکردن میجنگیدن، باز
جای جای زندگی اسکندر در این چند سال اینه که هی مرتب گرایش پیدا میکرد به فرهنگ مهری، به فرهنگ آریایی، و این تضاد رو همیشه در اسکندر میبینیم. بله، و آخرش که میگم من آریایی هم و من ایران، یه دفعه آریایی شد. البته ما از خدا میخوام که هر اجنبی آریایی بشه، چون آریایی واقعی که بشه در مقابل جنایت و فاحشگی به اصطلاح تازیان و جنایت و به اصطلاح بردهداری، استثمار انسان از و همین گونه هم کم کم آخر نزدیک بود که بشه، که اون پارمینیو بود که من فکر می‌کنم آنتیپاتر بود که اون یهودیه که بهش مسمومش کرد، یعنی در طولانی مدت مسمومش کرد که نفهمید که یه دفعه مسموم شده. چیزی که میخوام اینجا بگم از به خاطر این تضادهایی که در درون اسکندر بود، این که نکته مهم این هست که آنچنان مهره های توراتی دور و بر این رو گرفته بودند که یک لحظه نمی گذاشتن که این نکنه از به اصطلاح از آدم بشه، انسان بشه، نکنه آریایی بشه، انسانی آریایی هومن بشه. دقیقا. مثل مثلا چیزا موقعی حمله کردن اون تاتارا اون چی بهش میگن مغولا، بله. در از یه نسل اینا آریایی شدن، اینا به قول معروف اصلا نوکر آریایی شدن، اصلا از آریایی دیگه بقول کاسه از آشداختر شده بودن، سر فرود می آوردن جلوی فرنگ ما و فلان اینا. تنها جنایتکاران فاحشه ای که نمیشن این نسا، این به اصطلاح باسا رئیسای یهودیان و عربای کثیف روسی و این و اون ترکان اجنبی مادر به خطا، مثل مثلا آشوری ها که مجموعه ای از به اصطلاح خزرها و تورانیان و فلان اینا، اینان که اون کینه ضد آریایی، ضد انسان شدن رو در وجودشونه. دقیقاً. و همیشه اون مسخره کردن انسان آزاده، انسان بزرگ، انسان فرهمند، انسان باشکوه، مسخره کردن به حساب به دیدگاه چی بهش میگن حالت استهزا با قول خودشون گرفتن، تنها چیزی که اینها دارن مثل بشکه گوه این تو برنامه ای توه میگفت که آقا چاریایی تا دیروز این کسافت برای اینکه خودش رو جا بزنه میخون پدر در پدر آریایی نژاد ز پشت فریدون فرخ نهاد، از دهن کثیف این جود روسپی موسادی کسافت بشکه گوه این زنک کسافت مزخرفه. حالی این دفعه دیروز فریروز چاریایی، آقا کجاریایی هستی؟ کرد آریایی، آره کسافت فاحشه پرگو، البته فاحش کسی با تون قیافت ببینن فرار میکنه، هیکل پرگو، ولی بله کرد آریاییه، پارس آریاییه، لور آریاییه، بلوچ آریاییه، هندی آریاییه، میان رودانی که بین و نهرانی هنوز که تو عراق باشن با اینکه عربی حرف میزنه آریایی، توی گوه کثیف بشکه مدفوع آریایی نیستی، بله نه تو نیستی، تو زده آریا هست. آقا کدوم آریایی؟ آریایی نداریم تو ایران، آریایی چیه؟ هم وقت بچه از اون طرف هم میگه پدر آریامر، پدر بچه هم موقع میگه پدر آریامر، در همون روز چند ماه قبلش خونده پدر آریایی نژاد، اون پدر در پدرش اندر موقع مثل مثل که داره با فوش میده مادر، مثل میخواد بگه پدر سگ و از عقده و کینش، ولی اون شعره رو گفتن جاسوس دیگه، بهش گفتن این شعر رو بخون که بگن ما یهودی های ایران طرفدار آریایی هستیم. تو ممکنه بعضی یهودی های ایران بله انسان های واقعی مردمانتون، ولی توی گوه بشکه گوه روسوی مریض روانی نه، چون تو نمیتونی آریایی بشی، بدبخت. خیلی خوب بسشه کسافت. بله گفتیم بر روی این اسکندر در تمام این دوران اکسپدیشنش چندین بار توطئه کشتنش رو میکنن، یکی دو دفعش رو براتون گفتم، باز یک توطئه دیگه از طرف انتیپاتر همون توطئه‌گر بزرگ و شخصی که پدر اسکندر رو کشته بود و مادر اسکندر رو به اصطلاح نکاح سوراخ کرده بود. دقیقاً. این جنه داستان ببخشید، این جنه داستان نفوذ تفکر توراتی رو می‌بینید در فرهنگ چیز یونانی. جریان اینه، جریان فاحشگیه،
تجاوز خنجر از پشت زنی، آدم جامداری، به کشی، جامداریش هم میرسیم. جامداریشون اینا که خب در ببینید اینا یکی چون هسیود و هومر رو بخونید، یعنی به اصطلاح اسطوره های یونان رو بخونید، ببینید چطوری به کثافت کشیده شده با همون فرهنگ به اصطلاح ضد فرهنگ تازیگری توراتی که بعداً به قول معروف خیلی هم تو سر بشریت امروز دانشگاه ها و تو همون آقای مثلا چیز اودیپ پدرشو کش، مادرشو فلان کرد، چیز کرد، بله. سوراخ کرد، اون اسمش میشه عقده اودیپ که در کودکان هست ولی بزرگ بشن حل میشه. خاک بر سر این، اینم روانشناسی یه جهود پدر به خطا به اسم اسمش چی بود که عقده اودیپوس می نوشکینه آکون این چقدر فروید داره، این چقدر مهمه این اسطوره های چیز، اسطوره های یونانی، این بلند قامت، نه داره این بلند قامت هم به قول اون عقب مونده مشیری، ببینید چقدر مهمه اینها. ببینید این نوکری این تفکر از این فرهنگ توراتی یا ضد فرهنگ توراتی که به شکل یونانیش، به شکل مسیحیش، به شکل لاتینش، به شکل آدمخوریش، غربیش خودشو نشون میده. دوستان اینها اون چیزیه که جامعه رو، ببینید رابطه علت معلولی رو پیدا کنید، جامعه بشری رو به این رذالت و عقب موندگی کشونده. خیلی بیدار باشید، خیلی هوشیار باشید، زمان بیداری فرا رسید، بیداری واقعی نه بیداری اروپا. به هر روی این پلات ها و این توطئه ها ادامه پیدا میکنه و این بار از طرف شخصی که باز مأمور همون آنتی پتر اونها باشن به اسم کالیستینز، فکر میکنم کالیستینز، که این شخص خودش اسکندر بعدن مینویسه که چگونه این به اصطلاح این توطئه برملا میشه. میگه says the youths when put to torture confessed that they had done this thing by themselves and that no one else knew of it. یعنی میبینیم که رواج شکنجه و به اصطلاح استنتاق کردن چگونه زیر شکنجه اقرار کرد، هر کی هم زیر شکنجه اقرار کرد مقصره. بله. But writing later to Antipater، یعنی اسکندر به آنتیپاتر نامه میسه، he include Callisthenes among the guilty. این شخص بعدش هم میگه که اون به اصطلاح پسرهایی که شکنجه کردند و اینها، he says were stoned by the Macedonians but I will punish the sophist as well as those who sent him to me and those who receive into their cities conspirators against me. یعنی اون توطئه‌گرانی که بر علیه من، اون سوفیست ها، یعنی اون سوفیست ها کیا بودن؟ همونایی بودن که در کدام خود دانشکده های ارسطو و اینها به اصطلاح پرورش پیدا می کردن، یعنی سیستم تورات یاد می گرفتن. بله. بله. ستونینگ هم نگاه کنی، ستونینگ از اون زده فرهنگ تازی چطور به یونان نفوذ کرد، به بردهداری چطور به یونان نفوذ کرد، چطور کلاسیک شد اونجا، شکنجه و سنگسار و اینها همه مرسوم بوده مثل تازیان. و اینکه سوفیست ها رو، اون صوفی به اصطلاح سوفستاییان رو اسکندر گفت خودم به اصطلاح به حسابشون میرستم، یعنی اون حسابشون جداست، احتمالا نمی کششون. ولی به هر روی میگه این شخص کالیستنس در واقع پسر هیرو ارسطاتلز نیست بوده، یعنی باز یکی از مهره های ارسطویی و آنتیپاتر که همین شخص باشه رو مأمور این توطئه کرده بودن. به هر روی میبینیم اون افرادی که در پشت این جریانات بودن کی بود؟ در جریان حمله به حمله اسکندر به بشریت. بله. کی پشتش بوده؟ آیا کودک عقب مونده، کودک مریض روانی بوده، یا یک توطئه کثیف همین توراتی های بیشرف آدم خور بودن که در یونان نفوذ کرده بودن. به هر روی من از داستان هایی که در راه و از چه شهرهایی و از چه سارتراپ هایی اسکندر و لشکرش میگذرن و چه داستان هایی پیش میاد میگذرم که طولانی نشه، یعنی از فورتیفیکیشن سیتی، قلعه هایی مثل نیسا که در خراسان و اونجایی بود که سپستر اشکانیان از اونجا برمیخیزن و حساب اینها رو میرسن و اینا رو بیرون میکنن از ایران. بله. بر جاوند. بله. و تکسیلا که یواش یواش به افغانستان و بعدش هند و دره هند و اینها و جریانات هایی که با هندی ها خیلی جالبه از لحاظ فلسفی داشت و اینها میگذرم.
و البته سکاهای عقب مونده که در کوهای، یعنی دیوهایی بله که در افغانستان بودن، نه پارسیان نه آریایی های افغانستان، سکاها آدم خورانشون که الان هم طالبان و القاعده و اینا ازشون میسازه اسرائیل، اونا اسکندر رو خدا میکنن، بله میگن سکندر سکندر خدا. بله بعد بوی و بعد از این که 19 ماه درست تفکرش رو نگاه بکنیم، مثل این برای مثل یهودی ها و عرب هاست. درست مثل یعنی هرچی دیو تو دنیا هست، چه سکا چه خزر ها، اینا سکا و خزر اینا همه رو میتونیم مجموعاً بگیم تورانیان. تورانیان به چه تازیان، یهودی و عرب، جود و عرب و آدم خور و روس بیان، همه اینا میبینی تفکر یکیه. بله. یه عقب موندگی، یک رزالت، یک بیشرفی، یک بی همه چیزی به اصطلاح. بله. یا بی هیچ گونه پرنسیپ، هیچ گونه چیزی تو زن. یا یه دیو صفتی یا اهرمن صفتیشون قشن میبینید سر تا سر پخشن اطراف ایران ها، اون و شرق ایران و شمال ایران و غرب ایران، ولی البته خارج از مرزهای ایران، ولی باز هم با هم تقریبا میبینید که یک نوع ضد فرهنگ رو دارن. در نتیجه شاید اون تئوری تز و آنتی تز و سنتز، اون دیالکتیکی که ما داریم در تاریخ میگیم که در همه چیز این تضادها در نهایت به نفع بخش بالنده یا بخش پیشرو، بخش تکاملی یا اِوولوشنری حل خواهد شد، این تز و آنتی تز و سنتزش مثبت خواهد بود، یه چیزی بهتر خواهد بود. شاید در زمینه اجتماعی ما بتونیم تز رو، فرهنگ آریایی و آزادگی و انسانی و مهر و از و یکی بودن انسان ها رو که معنای مردم چه باشد یکی بدونیم، و آنتیتزش رو فرهنگ تازی، تورانی، سامی، سکایی، خزری، جهودی، توراتی، عربی، روسبیگری، سیدی، بیشرفی، آدمخوری یا غربی، یونانی بدونیم. این تز و آنتیتز 5000 ساله که دارن با هم برخورد میکنن، آشوری، بابلی، آدمخوری، همه اینها با فرهنگ آزادگی آریایی. خیلی هم زیبا دیه، من در سایت کدبان دکتر واتکوبه ای دیدم که آیا ما آریایی هستیم یا تازی. این خیلی ژرف معناش، یعنی آیا ما از فرهنگ آریایی میایم یا از فرهنگ تازیگری. بله، و این سوال بسیار اساسی هست. سوال اساسی امروز این سوال داره بیدار میشه، نشون میده که آخرین مرحله دیالکتیک این تز و آنتی تز به نفع تز، یک سنتز خواهد ساخته خواهد شد که دیگر نه تز خواهد بود نه آنتی تز، نه ما اون آریایی های قدیم خواهیم بود که با دل باز و آزادگیمون اینقدر رویمون به سراب همه چیز باز بود، به بشریت باز بود، که مورد سوء استفاده تازیان و روسپیان قرار گرفتیم و نه تازیان دیگه توانایی جنایت و بیشرفی خواهند داشت. در نتیجه ما اون آریای قبلی نیستیم، ما یه آریای نوین، یک آزاده نوین، یک انسان نو. این من یاد اون ابرمانش یا ابرمند داستان نیچه میندازه که انسان آزاده، انسان ابرمرد، انسان بزرگ، که اون انسان آریایی که اون زرتشتی ترسیده بود. ما اگر بگیم ابرمرد اون وقت خوب نیست، اون وقت میشیم هیتلر، کسافت بدبخت یهود. تو چیزی، تو زرتشتی هستی یا توراتی. به هر روی 19 ماه گویا اسکندر در هند میمونه و داستانهای اونجا خیلی جالبه، و بعد از 7 ماه سفر دریایی که در تابستان در واقع 325 پیش از میلاد انجام میده، به هر روی داستانهای اتفاق میفته، جنگهایی و زخمهایی برمیداره و اینها رو به کنار میگذاریم. این مسئله 10 دقیقه رپا پش کنم نمیشه خیلی، و این که به هر روی میگذاریم از این که چیز به سلاس راجب هوموسکشوالیتیش و اینها و چه داستانایی هست، میرسیم به یه قسمتی که خیلی جالب بود برای من، این که اون جاهایی که میبینیم این مهرگرایی و آریایی بودن اسکندر، میخواد دوست داری که اونگونه باشه، یکی ما در چون ایرانیار دیده بوده میخواسته دقیقاً یکی زمان داریوش سوم بود که میبینه کشته میشه، زخم برمیده و به سوس اون رو میکشه،
چنان به اصطلاح خشمگین میشه که بسوس رو به از دو پاره میکنه از نیم. یهودی کثیف چیز میکشه به نوع آشوری آشور بنی پالی میکشه. اینجا زمانیه که میرسه به میشنوه که بعد اسکندر بسوس رو میکشه. بله اسکندر بسوس رو میکشه به خاطر اینکه بسوس یهودی کثیف داریوش رو به اون شکل کشته بوده. بله اینجا زمانی است که از این سفرهای دریایی و از سفر هند و اینها دو مرتبه به قلب پرژیا برمیگرده. In Persia he first renewed the old custom of the king that whenever they appeared there they would give every woman a gold piece. از راه و روش ایرانی هم یا شاهای ایرانی یاد گرفته بوده. ایرانی شده بود بچه عقب مونده. به حد بانوی یه سکه طلا میداده. On that account we hear some kings came seldom to Persia and Ochos که اون مردک خیلی دوست داشته. Ochos در واقع همون داریوش دومه به زبان یونانی. به زبان آدم قرآن جودی. Not even once exiling him out of stinginess from his native land. به هر روی میگه که این زمانیست که میگه که اسکندر میاد و متوجه میشه که یه کسی به اصطلاح had broken رفته به آرامگاه کوروش بزرگ رو شکسته و رفته تو. این اون داستان اونجاست که میخواد این بگه که چقدر ناراحت میشه اسکندر. Alexander discovered that someone had broken into the tomb of Cyrus and he had the guilty man put to death. اون مردی که این کار رو کرده بوده رو میکشه. بی احترامی کرده بوده به چیزی کوروش. آرامگاه کوروش. Though he was a Macedonian. با اینکه مقدونی بوده ولی اون رو میکشه. و though he was a Macedonian of some consequence from Pella named Polymachus or Polymachus. به اصطلاح اسم اون شخصی بوده که به آرامگاه کوروش رو شکسته بوده و رفته بوده تو. On reading the inscription. اینجا نمیگین یهودیه ولی اسم من میگین جوده. حالا بعد هرچه آدم خور کثافت بوده مال این تازی ها بوده. دقیقاً. On reading the inscription. معنیش نیست که همه یهودی آدم خورن و اینا دوستان گرامی گرره. توتگرانتونو میگیم. شما هم باید بین یخه اونا رو بید. شما هم فکر میکنی از تبار یهودی سید فلان هستین. شما نیستید. بله. شما از تبار هومن. انسان واقعی هستید. برید یخه فقط یخه این بیشرف های کثیف رو این توراتی رو بگیرید. شما میشید انسان. خیلی ساده است. خیلی ساده است. On reading the inscription on the tomb, he ordered it cut into Greek letters as well. یک نوشته ای رو روی آرامگاه کوروش میبینه که در جا دستور میده که اون رو هم به زبان گریک یونانی بنویسن. It ran as follow, quote, O man, whoever thou art and from wherever thou comest, for I know that thou will come, thou. I am Cyrus, who won the empire for the Persians. Do not then grudge me this little earth, which covers my body. Unquote. این نوشته ای که بله بر سر آرامگاه کوروش هست میگه که ای مرد، هر کسی که هستی، از هر کجایی که میای، و من کوروش هستم. که این سرزمین و امپراتوری به اصطلاح پرژیا رو پارس رو به اصطلاح نه امپراتوری پارس رو بدین گونه بله بله بردم I wanted یعنی دوره هم جمع کردم در واقع. Do not then grudge me this little earth بر من حسادت نکن رشک مورز که این به اصطلاح کینه و رشک مورز چون میدونسته که این تازیار بله. کینه ورز و رشک ورزن بله که این به اصطلاح خاکی که من این یک کم خاکی که من روی بدن من هست به این خاک رشک مورز. میگه هر ای مرد هر کی که هستی و از هر کجا میایی wherever comes for I know that you will come که من میدونم میایی یعنی این شناخت رو کوروش میدونسته که بله. بشریت به خدمتش خواهند آمد به بله. حضورش خواهند آمد یعنی کسی بوده که سوشیانتی بوده که کوروش بله. شما همه میتونید سوشیانت باشین همینان حالا از هر تباری هم فکر کنین هستی از هر چی فرق نمیکنه چه پارس چه آریایی چه غیر آری شما میتونید یه سوشیانت باشی یک آریا آزاده باشی بله. چرا این سوشیانت میدونسته که اونقدر روشن میشه ذهنش اونقدر فکرش با
دانشش باز میشه، اونقدر مغزش کلیر میشه، روشن میشه که همه چیز رو میبینه و همه چیز رو میدونه. و در نتیجه کوروش هم که اسوشانت بوده قشنگ میدونسته که روزی بشریت تنها راهی که انسان آزاد کره زمین نجات پیدا بکنه راه کوروش، همونطوری که چیز پایگذار کانستیتوشن آمریکا که الان تاماس جفرسون گفته بود، که خب متاسفانه تمام دستاوردهای تاماس جفرسون در همین 30 سال گذشته نابود شد تو آمریکا. بله، به هر روی خیلی از رسوم و عادات ایرانی ها رو اسکندر به جا میاره و دوست داشته و به اصطلاح خیلی مراسم های ازدواج، مراسم های پرورش دادن اینها رو پروموت میکرده، یعنی استقبال میکرده و دوست داشته که اینها رو بکنه. و این گونه میشه که اون دوروبری هاش، اون توراتی ها و اون مقدونه هایی که در واقع روش توراتی و اون یهودی های آسیای صغیر و اینها، همه از این جهت خیلی حسودی میکردن. And they became nearly mad with rage and jealousy when they see the situation, realized that they... بله، خیلی ریج میکردن و حسادت میکردن. و اینگونه بود که به صورت سراسیمه پیش اسکندر میومدن و گریه و زاری میکردن. و خب اسکندر هم خیلی ناراحت میشد، میگفت then at last they came to their senses and went to his tent unarmed, clad only in the tunics, and they were wailing and lamenting, submitted themselves to him, bidding him deal with them as wicked and ungrateful men. جودای موقعی خاک تو سرشون مثل مرد خای. من بدبخت، من بیچاره، با لباسای کسافت، معذرت میخوام، فلان اینا، کاسلیسی، چاپلوسی، دزدی، گدایی. اسکندر seeing them so pitiable and humiliated, he wept for a long while. خیلی ناراحت شد. دیدی اینا چقدر خوار و ذلیل و بدبختی خودشون در میارن. گریهش گرفت. مثل اینکه واقعا یه ذره آریایی در وجود این اسکندر رفت. تضاد داشتیم بیچاره بدبخت. ولی قابل توجهی که اون شخص هفشین، یادتون باشه اون انگشتر مهره‌ای که از سارتراپ ها رو میخواست و آخر سر اسکندر این انگشتری رو چپون توی دهن این هفشین. بله، جوده ای که میگفت که انگشتر این سارتاپا رو بدیم به من. بله. چرا؟ چون تورات نوشته مثلا مردخای انگشتر موقعی که دزدید، انگشتر هامان رو دزدید، تونست با اون مهر بزنه که کشتار ایرانیان و بعد صاحب ایران بشه به اصطلاح. دقیقا. خب اینم دنبال همون بوده. این وقت سرانجام این شخص هفشین خیلی جالبه. این میگه بعدش به اصطلاح مریض میشه. About that time it happened that Hephaestion fell ill of a fever, and being a young man and a soldier, he would not stand a strict regimen. با اینکه به سر مریض میشه و با اینکه جوان بوده و به سر سرباز بوده، ولی پرخور بوده، نمیتونست یه رژیم درستی رو نگه بداره. چون تو تورات این مرده که کثیف هفشین نوشته بوده بخورید و eat and drink and multiply، دستور تورات. ببینید اینا مقصر نیستن، اینا فقط دیو صفت و روس بی صفتن. یادتون باشه شما ایرانیان هیچ کینه خدای نکرده از این گوهای کثافت به دل نگیری. اینا یه مش کثیف مریض روان پریشن. در مقابلش گزنفون رو بخونین، سایروپیدیا، میبینین که چگونه ما ایرانیان در سربازها و آموزشایی که میدیم چقدر به اصطلاح پرهیزکار با مقاومت پارسا بودیم. در واقع بله، دو نوع انسان هست، آدم خور، جنایتکار، فاحش صفت، پیمپ، یکیش هم هست انسان، خدا صفت، بزرگ، انسان. به هر حال این مریض میشه، این شخص هفشین، و نمیتونه جلو خودشو بگیره با اینکه جوون بوده و سرباز بوده. When once Glaucus، یعنی اون دکترش، اون رو ترک میکنه که بره تئاتر. دکتره واسه چند ساعتی اینو ترک میکنه که بره تئاتر ببینه. این هفشینه بلند میشه، he went to breakfast, ate a boiled fowl, drank of a big cooler of wine, was taken worse and soon died. یعنی از پرخوری و شراب خوری این چند ساعتی که دکتر رفته بوده این میخوره و میاشه. این عرب کس، این جود کثیف و میمیره. از پرخوری همونجا میفته میمیره. مثل آخونده دیدی؟ خب اینا جودن دیگه، بیشرفا. گفته بودن که بای آوردن چپونده تو حلقش، خورده بود آخونده، بالاخره گفتن سیر شدی، گفته نه سیر شدی نه، بالاخره خوردن تا دل درد میگیره. خلاصه میگن حاج آقا حالا سیر شدی؟ میگه نه، سیر اون مرحوم شد که ترکید. این کسافت ها اقدر میخورن تا میترکن. چرا؟ دستور در تورات.
eat and drink and multiply. دوستان چرا عجیب متوجه نمیشن جریان چیه؟ من نمیفهمم. بازم زنگ میزنن میگن چرا آقا تو زد سامی هستی؟ سامی یعنی شم یعنی اینا خودشون یه نجات میدونن. نجات آقا چهار تا بیشتر نیست، سیاه، سفید، قرمز، زرد، چهار تا بیشتر نیست. آقا شماها توراتی هستین، آدم خورید، خودتون رو نچسبونید. همیهنان گرامی عیفه میکنین، نمیدونم سیدی، جهودی، چیزی هستین، شماها نیستید، شما انسانید. شما سید، جهود، روسپی، فاحشه، جاسوس، توراتی، قرآنی، بهایی نیستید، شما انسانید. واقعا شما انسانید. به شما اگه تو ایران فارسی هم بلدید، خیلی شانس دارید که ایرانی بشوید، ایرانی بشید، خیلی به نفعتون. ما یه پروپوزیشن رو جلوتون میذاریم بارهای بار و یه دفعه بردارید ببینید چه مزه میده. نخورید که به ترکید. به هر روی این سر جریان این که اسکندر میگفتم آموزش داده شده بوده از که خیالاتی باشه و اوهمات به اصطلاح مذهبی و اینها داشته باشه، این حضرت از تباس بگیرتش از اسب که میافته. ببینی واقعا اینا کلاسیکه دوستان، فکر نکنین اینا شوخیه. بیدار شید. و این اینجا اونجا تو پروسای مختلف این همه چیز تو فرهنگه، فرهنگتون که درست شد دیگه شما رو کسی نمیتونه شکست بده. ببین توراتیا با فرو کردن این زد فرهنگ و عمل کردنش به چه دستاورد که چه با میتونن اینقدر بخورن تا بترکن بمیرن، میتونن دنیا رو تمام، بانکار اینقدر چیز سیری ندارن. در نتیجه اگر عمل، اگر اون فرهنگی رو که مال خودتون هست عمل کنید، به اهداف خودتون میرسید. اینها اون بیشرفی و فاحشگی و جاسوسی که در این کتاب تورات نوشتن موقع عمل کردن به خواسته هاشون رسیدن، به شکل به ترکیدنشون، به تجاوز، به روسبیگری، به فاحشگی، به هر کار خواستن بکنن، به قتل عام ایرانیان، به قتل عام مصریان، به قتل عام هلنی ها که همشون هم جشن میگیرن. این سه جشنی که یهودی ها دارن، این سه تا قتل عام سه ملت بزرگه که یکیش پوریمه، پاسوور هم قتل عام مصری هاست و اون یکی هم قتل عام هانوکا، قتل عام بقیه هلنی هست. در ندیش شما ایرانیان درست به عکس این بیشرفان، شما میتونید با مراجعه به فرهنگ آزادگی، انسانی، مهر، بزرگی، خداصفتی، دانش، دوباره کره زمین رو بندازید تو راه انسانیت و از این راه کثیفی که اینها انداختن. ببینید اگر کسی به اون فرهنگی و به اون نوشته ای که اونجا هست عمل بکنه، به اون چیزی که میخواد میرسه. واقعا فکر نکنید که اینطوری نیست. موقعی که اینا یه شاعر رو برمیدادن میرن یه آشغال ازش شیعه میسازن، این کارو ببینید الان هنوز صاحب ایرانن، نفت ایرانو دارن میبرن، طلا ایرانو دارن میبرن، با خوندا دعواشون ظاهرا میکنن، حالا بمب هم میخوان بریزن روی ایران. ببینید عمل کنید به فرهنگ خودتون، یا بعض خودتون معلوم کنید، یا بشین جاسوس همینا مثل بهایی، یا بشین جاسوس همین یهود. یعنی پیک اند چوز، راه زندگیتون رو انتخاب کنید، اون وسطا نمونید، زد خودزنی نکنید. مثلا ادای ایرانی بودن در بیاره بره خودزنی بکنید، نه نمیشه. دنبال فرهنگ خودتون باشید. همچون که این نمیدونه اینا دنبال فرهنگ خودشونن، شما پیروز میشین دنبال فرهنگ خودتون باشید. به هر روی این اسکندر رو انقدر خیالاتی و به صلاح اوهامات مذهبی و توراتی به ترسرش کرده بودن که هی اینجا و اونجا مثلا میگفتن اون به صلاح آمون، اون خدای آمون چه پیش بینی کرده، بری از اون خدای نمیدونم دلفی بپرسید. اینجا خدای آمون بهش میگه که تو اون شخصی هفشین که از پرخوری مرترکی چیز نکردی، بهش سکریفایس نکردی، واسهش قربانی نکردی. بعد چی کار میکنه؟ چون که از جاسوسای مهم بود که در لشکر اسکندر بود. بله. اسکندر کمک جاسوس کثیف یهودی بود که بله. کمک میکرد. دانش آدم مهمی بود برای اسکندر. چرا سکریفایس نکرد؟ حالا یه جودا میگن پلوش. بله. میگن که آقا این آمونه گفته تو به خاطر این اون یارو جاسوست مرد، اون سردار جاسوست مرد، برای اینکه سکریفایز نکرده، حالا باید سکریفایز می، یعنی چیکار کنی؟ یعنی قربانی بکنی. ببین قربانی رو از تورات با زیاد این مرده که عقب مونده یونانی که قربانی مربانی سرش نمیشده میدن. ببین حالا این چیکار میکنه اون؟ بله میره و هی کراشت، یعنی اسکندر به خاطر اینکه قربانی کنه، هی کراشت ترایب اف د کوسای
نمیدونم مال کجا هست. And slew them all from the youth up. یک به صلاح قبیله ای رو همه رو به صلاح قتل عام کرد از جوان تا بزرگ. This he called an offering to Hephaestion. این هم برای به خاطر همون اون مردکی که از پرخوری مرد. ولی مثل توراتیا بچه ها و سگا و گربه ها رو دیگه قتل عام نکرد. از جوان به بالا کشت اسکندر. یعنی از جوان ها تا پیر تا زن و مرد و فلانی. بله. بچه ها رو نگه داشت برای سلیوری. بله. من میرسم به بخش آخر زمانی که به بابل برمیگرده، به بابل میان رودان. که ما میدونیم در اونجا یکی از پایتخت های مهم ما بوده، ایران بوده، ایران هخامنشی بوده. و زمانی که میخواد به بابل برگرده یک شخصی به اسم نیرکس یا نیرچس، یادتون باشه که بابل رو کوروش آردی آزاد کرده بوده، شاید 500 سال قبلش. بله. این شخص میاد و بهش میگه که، یعنی ماموریت داشته بیاد به اسکندر بگه که تو به اونجا نرو. اینگونه میگه: who had joined him again after sailing through the great sea and up to Euphrates. این شخص که در اونجاها سفر میکرده اومد به اسکندر گفت told him that some Chaldeans. Chaldeans بازی که از همین قومهای تازی کلده. بله. had met him with a warning that Alexander should not stay away from Babylon. Actually should not stay away. یعنی دیگه بیاد در بابل بمونه و از اونجا نره. این خودش یک کدی بوده، یک رمزی بوده، چون اینها نقشه داشتن که اسکندر رو در همون بابل دیگه از بین ببرن. همین توراتیا. بله. توراتیا و جاسوس ها این خبر رو به وسیله این شخص میارن و دو مرتبه باز همون داستان های خیالاتی و پیشبینی های از به اصطلاح آمون و البته ما میگیم توراتیان، دوست منظور اون یهودیان، چون کلمه بیمعنیه. بله. ما میگیم این توراتیا. بله. چون تورات عمدش بعد از حمله عرب به ایران، موقعی که یهودی عرب به ایران آوردن عمدش این مزخرفات رو نوشتن، ولی توی داستان‌ها و زد فرهنگشون اینا بوده، تمام این توطئه‌ها بوده. بله. که بعدا منظم شد و نوشتنش به اسم تورات. بله. به هر روی اسکندر دو مرتبه دچار اون موهومات و اینها میشه، ولی این بخش بسیار بخش مهمی که براتون خواهم خوند و ببینیم که تمام توطئه اصلا کجا بوده. When Alexander heard this, he disposed of the man as the soothsayer advised. باز اون مثلا ادوایزرا و کسایی که میومدن بهش پیام می آوردن. But he himself grew downhearted. مثلا قلبش ضعیف شد از این همه خبر منفی و ناگوار. And was less confident now of divine aid. دیگه کمتر به اون دستی که دست خدایی که همراهش میکرد اطمینان داشت. And suspicious of his friends. و خیلی مشکوک بود به اون دوستان دوروبرش. کدام کد دوستان که بله. همه این تازیا بودن در است. اینجا مهمه. ابریا. بله. He became especially afraid of Antipater and his sons. There you go. از آنتیپاتر و پسرانش. One of whom, یعنی یکی از پسرانش، Iolas, was Alexander's head cupbearer. کاپره دریگو، دوباره جامدار. مثل زم تو ایران نفوذ میکردن با ده. جامداری. پس این آنتیپاتر عرق بدن، الکل بدن به شاه بخوره، بعد اونجا ازش استفاده بکن. این آنتیپاتر و ارسطو و اون پارمینیو اینا در چند توطئه که میخواستن بعد از اینکه موفق شدن تو ایران رو حمله کنن، اینا میخواستن سربنیست کنن اسکندر رو، ولی چون دیگه دو سه اتمپتی که کردن موفق نشدن، چون ایران رو گرفته بودن آردی، طلاها رو خورده بودن دیگه. دقیقا. اسکندر احتیاج نداشتن این یهودیا به اصطلاح. دقیقاً. خیلی هم به سبب تندنسی آریایی شدن داشت. و این آنتیپاتر و پسرانش که یکی از پسران آنتیپاتر ایولاس به اصطلاح سر اون جامداران بود که دوروبر این بود و اسکندر خیلی مشکوک شده بود. Another پسر دیگرش کاساندر had but lately come to Alexander and on seeing some barbarian paying obeisance to him he had burst into a loud laugh for he had been brought up like a Greek and had never seen anything like. به هر روی اینجا اینو میگه که پسران اون توطئه‌گر بزرگ آنتیپاتر، ایولاس و کاساندر اینها کسانی بودند که آنتیپاتر کسی بوده پدر اسکندر کشته بوده و با مادرش تجاوز کرده، با مادرش زندگی میکرده. دقیقاً. و اینها کسانی بودند که زهرهای آخرین زمانی که اسکندر در بابل بود رو به اون میخورونن و یکی
دیگه از شخص، و به هر حال میگه که another time when... ضرار هم ذره ذره میخورن که نمیفهمه که اینو بهش دارن سم میدن این یهودی ها به اصطلاح. ولی به هر حال میگه another time when Cassandra was about to say something in answer to men who were accusing Antipater of misconduct. و این که به هر روی این که اینها همه در توطئه دست داشتن، ولی اون شبی که در واقع اون زهر به هر حال روشن نمیگین کی بله. چی اینجوری یا نگین یا نخونین یا روشنش کنین. بله یعنی میگم همین این پسر کاسندار پسر انتیپاتر بود و اینها به هر حال درس کرده بود که انتیپاتر پشت این جریانات توطئه هست و اینها دو پسرانش این دست دارن و دارن به صلاح توطئه رو به انجام میرسونن. و شبی که به هر روی این زهر درش اثر میکنه در اسکندر، شبی است که به گفته پلوتوخاریس که ما میخونیم شخصی به اسم میدیس در اونجا قرار داشته و به هر روی اسکندر تولد میشه خیلی و داستانهاشو میگه که هر شبی که میگذره بدتر میشه و بدتر میشه و این افراد دوروبر بودن و این زهر رو گویا بهش میخوردن، یعنی از زهر زهره بهش بله 10 روز این تب زیاد اسکندر طول میکشه. و پلوتوخارس اینجوری میگه، میگه من از جورنال هایی، یعنی این تاریخ گویی نیست که از روی معده سخن بگه، داستان سرایی بکنه و بخواد دروغ پردازی بکنه. پلوتوخارس از روی شواهد، کتاب ها و جزوات و مطبوعاتی که در دستش بوده تمام این اطلاعات رو به ما داره میگه. بله هرودوت احمق نیست. بله بله میگه هرودوت دروغگو نیست. بله میگه father of lying به اصطلاح. دقیقاً most of the above، تمام داستان های 10 روزی که اسکندر در تب بوده و مرتب هم بدتر میشده، most of the above is found thus word for word recorded in the journals. اینو پلوتوخارس میگه، میگه واژه به واژه این داستانهای روزهایی که تولد بود و اینها رو که من میگم نوشته از توی ژورنال ها به دست آوردم. No one که اون لحظه نوشته شده بوده. بله. No one at the time had any suspicion of poisoning, but five years later, Olympias مادر اسکندر بوده. میگه هیچ کس این که به اصطلاح مضمون نشده بوده که زهر داده بودن به اسکندر، ولی 5 سال بعد از مرگ اسکندر اولمپیس که مادر اسکندر باشه acting it is said on some information put a number of men to death and had the ashes of Iolas who had died cast to the winds on the ground that he had poured out the poison. یعنی حتی ایولاه بوده به در سوخته. بله همون هد جامبره، یعنی جامبر. سر جامداران به اصطلاح تمام میدونسته جریان چیه، مردخای ایران. و جالب اینجاست که اولمپیاس مادر اسکندر که به هر حال به اصطلاح معشوقه انتیپاتر هم شده بوده، یک جورهایی خبر داشته از این توطئه بزرگ، بر روی اینگونه به نظر میرسه. و he had poured out، میگه که این شخص آیولاس پسر انتیپاتر این زهر رو داده. and some say that Aristotle، خود ارسطو، advised Antipater to have the deed done. فینیش کنین اینا، خود ارسطو چون کارا رو انجام داده و ایران رو گرفته بودن و فلان اینا، جودام طلاها رو داده بودن، کتابها رو دزدیده بودن. بله حالا پس رپ آف کنین سر تای همجا قضیه رو هم بیارین، مثل که الان میخوان هم کار بکنن سر تای قضیه جمهوری اسلامی در بیارن، یه مش آدم خور بعد وقت دیگر بزنن سر کار. بله پس بر روی میگه که هم مادر این گونه میگه که خود به صلاح اون سر جامداران آیولاس پسر آنتیپاتر پسر معشوق خودش این به صلاح زهر رو داده. و اینکه and some دیگران میگن که ارسطو نصیحت کرد به آنتیپاتر که این کار رو تموم کنین. and it was entirely through him that the poison was procured، یعنی از طریق خود همین ارسطو بود که این زهر رو به دست میارن و اینکه تهیه کردن و اینکه اصلا چگونگی تهیه این زهر هم خیلی جالبه که میگه که they declared that one به اصطلاح اینو از به وسیله شبنم هایی که از یک کوهی که به اصطلاح خیلی سمی بوده و اینا خورده خورده در یک درجه های خیلی سردین رو به دست آورده بودن و
چگونه اینو نگه داشته بله. بودن و سنگایی که توش اون مواد سمیه و به صورت مینرال بوده، اسمش هم یادم رفت که تو آبها هم بعضی وقتا پیدا میشه. بله. چی اسمش؟ تو آبهایی هست که اون سمی که توی آمریکا هم چاها دارن بعضی. اونها ذره ذره اینا رو جمع کرده بودن که در طولانی مدت مسموم میکنه و اینا میدونستن در چیمون. یعنی متخصص جامداری و به اصطلاح فاحشه بردن و مسموم کردن و کتاب دزدی و دروازه‌بانی که بعد دروازه ها رو به دشمنان باز بکنن، همین کثافات جاسوس های به اصطلاح عبری یا توراتی بودن همیشه در طول تاریخ. ما از این گفتمانی که در مورد اسکندر گفتیم میخواستیم بگیم که آرسنیک بله آرسنیک. اینها تمام توی پروسه ای ایرانیان متوجه بشن که دشمنشون کیه. اگه هر کی فارسی حرف میزه فکر نکنن که این ایرانیه، آریایی، انسانه، مهربانه مثل هر ایرانی دیگه، خوشقلبه، مهردوسته، مهمان نوازه، انسانه، مردمیه، مردونه است، مردمیه به قول معروف، با پرنسیپه. فکر نکنید اینا کاملا بی همه چیزن، خنجر از پشت زنه، جاسوسن، اینا بی شرفن، هیچی ندارن. به هیچ وجه به دشمن اعتماد نکنید این دفعه. بله. چون یه دفعه دیگه نمیخواد مورد ایرانتون و مادرتون که ایران باشه مورد تجاوز و خانوادتون مورد تجاوز قرار بگیر. من فهم کنم که برای ایرانیان کافیه این دوره تسلسل به اصطلاح ویش سایکل یا این دایره جهنمی بسته کافیه. آدم خورایی که تو این کانال ها جمع کردن قیافه هاشون نگاه کنید، رفتارشون نگاه کنید، گفتارشون. همین فردا برنامه آدم خوران میبودی، شما در قیافه ها اینا نگاه کنید، در حرف ها اینا نگاه کنید، در حرکات اینا میبینید هیچ پرنسیپی مهری به ایران، هیچ احساسی میبینید. به اون دلقه که مسیحی کثیف نگاه کنید، به اون جهود کله کج چاقوکش نگاه کنید، اصطلاح جراح چاقو، اینا توی مغزشون همین جراح ابراهیمیه توی حرفاشون توی مغز خودشون ایران جزء کشورهای عربی میدونن. کثافت بیشرف مادر قهوه، بله پدر قهوه بهتره بگیم. اون مسلمونه رو نگاه کنید، اون آدم عقب مونده مریض روانی، واقعا موجود، واقعا شما به روان پریشی این آدم رو نگاه کنید ببینید چی میگه. اصلا واقعا مضحکه، خنده داره. قرآن خوبه، اسلام بده، قرآن خوبه، یا آخوند بده، قرآن خوبه، قرآن. ببینید آخه این پول گرفته فقط اینو بگه، فقط اینو بگه. یعنی پول بچه های زن و بچه گرسنه ایران رو این کثافت میخوره که فقط بیاد اینو بگه. و همه اینا نگاه کنید اگه با هم غرغر میکنن، دعوا میکنن، دعواشون سر این که کی بیشتر ایران سهم خودشو از تجاوز به ایران بگیره. بهای کثیفی گردنشو تبر نمیزنه. قیافه کثیفشو نگاه کنید، گردن اون بهای کثیفه رو نگاه کنید، همشون هم ازشون یا ثابته یا ثابتن، همشون ثابتن. به هر روی این داستان کوتاه شده بله. از زبان پلوتوخارس راستگوی، این تاریخگوی بله. راستگوی بود که از روی شواهد و اطلاعاتی که موثق بود به دست ما داد. در این چند دقیقه پایانی یک اگه شما کوتاه بخواید در مورد اون بوزان چیز هیگز بوزانی که جدیداً سرصداش زیاد شده بگین، یا میخواییم بذاریم برای شب دیگه؟ میتونیم اونو بذاریم. به هر حال میفته بیشتر در بخش دانش که در بخش فردوسیه، اونجایی که اسم آدم خورا رو نمیگیم. به قول اینا میگن چرا فوش میدی؟ فوش نیست، اسم آدم خورا رو که میگیم فهم کنیم فوش. البته چند دوستان خواستن، درخواست کردن که این سانده، این مهشید، شما دو مرتبه بخش اسلام رو باز کنید. خیلی آره. دوست داشته. چون به زمین من عصبانی بودم، زیاد فوش دادم، گفتن یعنی فوش که نه، اسما اینا رو بردم، گفته بودن که نه، در برنامه فردوسی قرار بوده که ما همه رو بتونیم برای بچه یک ساله تا بچه 100 ساله پلی کنیم، در نتیجه یه جدید بذارین. گفتیم چشم باشه، یه جدید دوباره بخش روی دوم شاهنامه بخش اسلامشو باز میکنیم و در این مهرشید در خدمت هیگز بوزان. اون چیزیه که سالهای سال، نزدیک 30 ساله که بشر به هر حال به دنبال این ذره است، این به دنبال این سب
سب اتمیک پارتیکل هست. برای من کوتاه عرض میکنم چون ماجرای این هایدرون کلایدر به هر حال در این سالهای آینده خیلی چیزا رو روشن خواهد کرد. به خاطر این ذرات که به هم برخورد میکنن، ما میتونیم که از باز شدن این ذرات، ذراتی که اونها رو ساخته و در نتیجه کوچکترین ذراتی که باعث ایجاد ماس یا اصلا وجود هستی میشه، باعث وجود things یا مثلا انرژی یا ماده یا پارت در هستی میشه پیدا بکنیم. و اگه ما بتونیم اون هیگز بوزان رو بسیار که اسمشه، اسمای عجب و غریبی هم میذارم بوزو در حال این چیزا، که در حال من نگاه بکنیم نفوذ تفکر این آشغالهای به اصطلاح مسیحی توراتی جهود و جود و کریسچن، اسمشو گذاشتن ذره خدا، یعنی ذره ای که به اصطلاح God particle. اینا چقدر آدم های آشغالی هن، دادن دانشمند هم هستن، میلیارد ها دلار هم در اختیارشونه که این ذرات رو دارن به هم شکافین و آخرش هم میخوان ذهن بشر رو آلوده بکنن. درسته که به صورت سمبولیک و بیمعنی این کلمات رو بهشون میدن، ولی هدف مثلا گیج کردن ذهن بشره. ولی خب اون هیگز بوزان یا اون ذره ای که به هر حال یکی از سب اتمیک پارتیکل ها هست، به هر حال ظاهرا در یکی از این آخرین برخوردای به اصطلاح پروتون ها نوترون یا پروتون فکر میکنن به هم برخورد میکنن، هر دو رو میتونن به هم برخورد. این ذره احتمالاً پیدا شده و اگه بتونیم یه مقدار دیگه محاسبات ریاضی که لازمه انجام بدن ببینن که آیا این هم پارتیکلی که ما به دنبالش هستیم، که بعد متوجه بشیم که در اصل احتیاجی نیست که پدیده‌ای ماده و انرژی رو به وجود آورده باشه و ماده و انرژی به صورت یک جبر بی‌نهایت از بی‌نهایت تایم سپیس تا بی‌نهایت تایم سپیس بک اند فیوچر وجود داره و اصلا وجود نداشتنش امکان ناپذیره، در نتیجه وجودش هستیه و یک آشغال یا طول سگی در آسمون نباید باشه که بیاد مثلا انرژی هستی اولیه رو به وجود بیاره و فلان اینا، اصلا کاملا دیگه بی‌معنا میشه به وجود آورنده یا به اصطلاح، چون به هر حال کریئتور به قول اون آشغال احمق خالق توی کانال یک ویکتوری احمق بیشعور یهودی روانی که کتابای می‌نویسه، بچه های ایرانم به ایران هم میفرستن میفروشن به بچه های بیچاره ایران. به هر حال مشخصا همچی چیزی خیلی احمقانه است که چیزی خلق بکنه چیزی رو از هیچی و این تسلسلش بی‌معنا خواهد شد. خب یه چیزی هم باید اون کثافت خلق کرده باشه و یه چیز دیگه دوباره اون رو خلق کرد، ولی گذشته از این ما احتیاج داریم بدونیم که به هر حال پیدایش یا پیدایش هستی ما به چه شکل بوده، یعنی 13.7 میلیارد سال پیش چه اتفاقی افتاده که زمان و مکان تایم سپیس فضای ما و گشایش پیدا کرده و پشت اون به چه شکلی میتونه هایپر سپیس به دیمنشن های مختلف یا بعد های مختلف تا بی نهایت به صورت همون چیزی که ما امروز بهش میگیم string theory وجود داشته باشه، انرژی بی پایانی که همیشه بوده همیشه هست. ولی تغییر اون یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده بیگ بنگ ماست که 13.7 میلیارد سال پیش از یک نقطه کوچکتر از بقول معروف پروتون یا نوترون یا یک اتم همه چیز به هر حال تایم سپیس ما رو به وجود آورد و این ایکس بوزون یکی از اون ذراتیه که نشون دهنده این خواهد بود که این ذرات که در اصل سازنده بیلدینگ بلاک هستی یا ماده یا انرژی که همه یکی هستن، یا تایم هم همینطور در همین ارتباطی فرمول مشخصی با ماده داره و با گراویتی یا اون چیزی که ما در فرهنگ ما باز کردیم که در فرهنگ فلسفی بهش میگیم مهر یا کشش، اینها این روابط رو باز خواهد کرد. و این که هیگز بوزان فرق میکنه با کوارکس و اینا، یعنی بله. در همون کاتگوری میشه یا بله نه از پارکس و اینا جلوتره، یعنی پیش از اونه یعنی بیلدینگ بلاک
کوارک هم بیلدینگ بلاک هست، ولی کوارک ها رو، کوارک و انتی کوارک ها و اینها توی پروسه در ثانیه اولی که به وجود میان، توی چند بیلیون ثانیه، بیلیون ثانیه اوله. ولی هیگز بوزان قراره که به ما اصلا وجود، علت وجودی انرژی یا متر رو برای ما روشن بکنه، و این علت وجودی که روشن بشه، ما به شکل ریاضیش، به شکل فرمول ریاضیش ما بتونیم اون رو بگنجونیم توی فرمول ریاضی، اون وقت دیگه ما یونیفیکیشن تیوری درست دست داریم، خیلی بهش نزدیک میشیم، خیلی نزدیک میشیم، و در اصل ما میتونیم جنس راز و رمز هستی رو، اون شیوهی که فردوسی گفته در صفحه اول، بشناسیم. برای اینکه ما این رو میشناختیم و حس میکردیم، ولی فرمول ریاضیه اون چیزی که فردوسی گفته، یا کوانتوم مکانیک امروز، یا که بعد به هر حال بعد از فرمولای اینشتین مطرح شد، که در فرمول ریاضیش هم داشتیم، ولی چون به دست اینها افتاده نتونستم بفهمن چیه، و نابود که سوزوندنش. خیلی امکان داره یه دوره بشر به اینها رسیده بوده، ولی به هر حال چیزی که ما داشتیم بالاتر از همه جان بوده، یا اون نیروی درک تمرکزی بوده که با سایلنت نالج، یا اون دانش بیکران، اهورا مزدا، دانشی که در هستی هست، ما میتونستیم همه اینها رو حس بکنیم و بدونیم. به همین دلیل، به همین دقت ما پیدایش هستی رو پدید آمدیم، گنبد تیز رو، یا زمانمو به پایان رسیده. کدوان در خدمت شما هستیم. بله 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 دکتر زند، این گاد پارتیکل رو باز باید ازشون تشکر کنیم که اسمشو گذاشتن گاد پارتیکل، نذاشتن جیزس پارتیکل. یعنی منتظر باشین اونم جیزس پارتیکل هم میاد. آقا علتش من داشتم فکر میکردم چرا مثلا یه این همه دانشمنده اینا کنترلی ندارن روی این اسگذاری ها. اونی که کنترل پولو داره مال این پروژه سرمایه دستشه، اونه که این اسما رو میذاره. یه آدم، یه سناتور بی سواد اون بالا گذاشتنش، بعد یه جلسه ای میذاره و خلاص نفوذ داره دیگه، پول دستشه، میگه اسمشو بزنیم مثلا گاد پارتیکل. فوری هم کتاب مینویسه. البته بله، بین سیرکل دانشمندان نیست، بلکه یه نفر کتاب نوشته به این اسم، همونه که پول دارم همون که درست میگه، همون که میخواد کنترل. مثل مثلا انسان استرالوپیتکوس 3 میلیون سال پیش از شمال جنوب نه شمال آفریقا، جنوب آسیا به دست میاد، که موجود کوچیک نیمه میمون نیمه انسان بوده، یه چیزی با موازه کوچولوی سفوتی بوده. بعد این آشغالای احمق، این به اصطلاح آنتروپولوژیست های جهود آشغال واقعا بی احساس، که اصلا به این دلیل رفتن تو این سیستم آنتروپولوژی که همه چی رو مونوپولایز کنن، دروغ کنن، اصلا چون پول پشتشونه، اسمشو میذارن لوسی، اسم مثلا یک استرالوپیتکوس. اینا اینقدر آشغالند که از همین اسم گذاری هاشون، اون فرهنگ زش، اون زده فرهنگ عقب مونده ای که لوسی، که واقعا اینا همون لوس یعنی آدم احمق و بیشور باید گفت، که یه همچی اسمی روی یک مثلا موجود 3 میلیون باستانی 3 میلیون سالی، که مثلا ممکنه از مادران اولیه نژادهای هوموسیپینس یا بقیه نژادهایی که بعداً به وجود اومدن. اصلا اگه به اون مکانش هم نگاه کنند، اتیوپی و اون سویه اونجاها لوسی نداشتن در اتیوپی. آره تو لوسی دارن، لوسی اسم جودی عقب موندی. اصلا یه چیز دیگه دکتر زن، این جیزس با این چشمای آبی و رنگ پوست سفید و اینا، تو میدل ایست ما یه همچین کسی اصلا وجود نداره. فیلم های جیزس دیدی درست میکنن؟ اینا چون این آشغالی وجود نداشته، جیزس، موزس، ابراهیم، همه اینا چون گوهای وجود نداشته، اینا داستانهای احمقانه. اگه میخوان دروغ هم بگن، اقلا سیاپوستی، اقلا پوست گندمی چیزی براش بذارن که بخوره به میدلیز. آره شبیه عربی، سیاسولهی تو مناطق داغ صحرای سینا و اینا. حالا البته مثلا میبینی که یهودی ها که اون نفوذ کرد، اون فرهنگ زشت کثیف توراتی به مثلا اروپا و اروپای شرقی، خیلی از یهودی ها میبینید که خیلی سفید سفیدن، از اون مثلا اصلا که اصلا هیچ رنگی ندارن،
اینا اونا نفوذیان یا به اصطلاح اون که فرهنگ توراتی بهشون حقنه شده و به اصطلاح از تازیان رفتن به طرف هلنیستا و که تو اروپا شرقی فراوانن میبینی، که الان تو آمریکا زیادن، تو انگلیس زیادن. اینا از نظر اتنولوژی از اون به اصطلاح تیره ها نیستن. نژاد که نمیشه گفت، نژاد ما 4 تا نژاد بیشتر نداریم، ولی از اون تیره ها نیستن اینا. از اینا بیشتر اروپایی ها بودن که مورد تجاوز فکری همین توراتی هایی که از صحرای سینا و آدم خورا مثل عربا تازی بودن، برا اقوام وحشی و آدم خور و همدیگر تیکه پاره میکردن و فلان. خب کدبان گرامی، بله بله، اجازه بدین برنامه رو در همین جا پایان برسونیم تا بر شما فردا شب اورمسجد ساعت 7 شب هنگام. درود بر شما، مانده نباشید و صبر و حوصله و شکیبایی شما تا فردا شب اورمسجد، که برنامه آدم خوران میبودی جزو برنامه خواهد بود. بله بله، فراموش نکنید صبح ببینید برنامه رو کامل ببینید که یه وقتی مثل هفته پیش نشه. باشه چل کامل من هیچ وقت نمیتونم ببینم، نمیکشم یعنی، ولی آناهیت سعی میکنه. بله دیگه، یه ساعتش شما ببین، یه ساعتش آناهیت. درود بر شما، منم سعی میکنم ببینم. به هر حال بدرود در شما، تو داشته باشی شما و همه هممیهنان گرامی تا فردا شب. بدرود.